من بیتا هستم، ایرانی هستم از مشهد. البته تو مذهبی ترین شهر ایران زندگی می کردم. 53 سالمه و دو تا پسر دارم که هر دو ایران زندگی می کنن هنوز. من مسلمون بودم قبلا، بعد که ایمان دار شدم خب طبیعتاً به خداوند عیسی مسیح اعتقاد آوردم. من نماز میخوندم، روزه میگرفتم، خب طبیعتاً زکات و خمس و تمام این قانونهای اسلام کامل کامل اجرا میشد. خب مشهد یه شهر خیلی مذهبی، حرم امام رضا داخلشه که امام هشتم شیعیان میشه. خب طبیعتاً اکثر مشهدی‌ها شیعه هستن، نه همشون ولی اکثرشون شیعه هستن. ما باید حتماً موقعی که نماز به اصطلاح دست جمعی برگزار میشد باید حتماً شرکت میکردیم توی نماز خوندن و خب طبیعتاً حجاب که خیلی اجباری بود توی مشهد، یه چیز مسلمه، و حتی اگه مثلا یه لاخ مومون بیرون بود حتماً بهمون تذکر میدادن، یا اصلاً نباید ناخونای بلند میداشتیم سوهان کرده به هیچ عنوان. خب من برادر خودم مسیحی بود، یعنی قبل از اینکه خب چیز بشه مسیحی شده بودن ایشون، ولی من از ایشون چیزی رو نشنیدم به خاطر اینکه خب من تو خانواده وقتی ازدواج کردم خب همسرم مسلمون خیلی سفت و سختی بود، طبیعتاً برادرم با من هیچ صحبتی نکرد، البته تو ایرانم زندگی نمی کرد. ولی دفعه اول من از مسیحیت وقتی شنیدم که رفتیم شمال برای یک مسافرتی با خانوادم، رفتیم شمال با یکی از دوستانمون، اونجا یه خانمی اومد به من قبض برق رو بده و خب طبق آداب و احترام خودمون دعوتشون کردم تو برای صرف چای. ایشون وقتی اومدن تو، اون صلیب توی گردنشون برای من جالب بود و بی اختیار تقریبا میشه گفت سوال کردم که شما مسیح هستین؟ ایشون گفتم بله. بعد گفتم شما هم اینو شنیدین که خب عیسی مسیح وقتی دنیا اومد، زمانی که تو گهواره سخن گفت، شروع به صحبت کرد، زمانی که نوزاد بود، خندیدن و گفتن نه همچی چیزی نیستش. بعد یه مقدار بیشتر برای من ایشون صحبت کرد، اینکه در مورد خداوند عیسی مسیح، اینکه میتونیم خیلی راحت با خداوند ما ارتباط بگیریم، نمیخواد حتما چادر چه سجاده و اینطور چیزها باشه و خیلی راحت میتونیم و ما فرزند خداوند هستیم و وقتی که در اسلام هستیم ما یه بنده. خب اینها یه مقداری ذهن من مشغول کرد، ضمن اینکه خب من نمیتونستم با شوهرم اینو اصلا در میون نذاشتم، چون میگم ایشون مسلمون سفت و سختی بودن. وقتی اومدم مشهد خب برگشتیم به شهر خودمون، یه مقداری بیشتر شروع کردم تحقیق کردن، بیشتر توضیح خواستن، تو این چیزهای مختلف شروع کردم سرچ کردم و حتی از برادرم شروع کردم سوال کردن کم کم. اینا همه باعث شد و همچنین با اون خانوم، تمام اینها باعث شد که من کم کم قدم به قدم پیش برم. خب طبیعتاً اول اعتقادی وجود نداشت، فقط یه قلقلک بود در واقع. شاید خداوند میخواست که من از این خانوم اینها رو بشنوم. ایشون یه چیز خیلی جالب که به من گفت برابری و مساوات بین زن و مرد بود، در صورتی که من توی اسلام این رو نمیدیدم. خب این همه باعث شد که بیشتر کنجکاو بیشتر و بیشتر بخوام بدونم در مورد خداوند. اولین چیزی که الان برمیگردم بهش نگاه میکنم که چه چیزی بود که باعث این تغییرات در من شد. من
خب طبیعتاً چون مسلمان بودم همه چیز رو طبق اسلام رعایت می‌کردم، ولی همیشه یه چیز برام خیلی مطرح و برجسته بود، اینکه من چطور میتونم کاری کنم که وارد بهش بشم، چطور میتونم کاری کنم که بخشیده بشم، چون تو اسلام عملاً بخششی نداریم و باید مجازات بشیم، باید اون قوانین در واقع بعد از مرگ روی ما اجرا بشه. خب این برای من خیلی جالب بود، یعنی این نقطه اصلی این بود که من شروع به تحقیق کردم، یعنی شروع به کنجکاوی خودم کردم. این که بدون سجاده و نماز میشه با خدا ارتباط کرد، این که بین زن و مرد برابری هست، این که اسلام به ما میگه که تمام کارهای نیک رو باید انجام بدیم بعد در موردتون قضاوت میشه، هیچ راهکاری عملا به من نمیداد و این مسئله باعث کنجکاوی بیشتر من شد. ولی وقتی از خداوند شنیدم، اول اینکه من فرزندش میشدم، هر جور دلم میخواست با خداوند ارتباط میگرفتم، نمیخواست لغات عربی که حتی معنیش هم نمیفهمیدم تکرار کنم، با قلبم میتونستم صحبت کنم و این برای من خیلی خوب بود، خیلی قبولش داشتم یه جورایی. نکته اصلی این بود که بهشت و جهنم برای من خیلی پررنگ بود. اولا که بهشتی که اسلام می آمد در موردش صحبت می کرد، بهشتی بود که هیچ کار نیکی باعث نمی شد ما واردش بشیم. من اگر خوبی می کردم، زکات، نماز، روزه، تمام قوانین اسلام رو رعایت می کردم، حجابم از حرف شنوی از همسرم، هیچ کدوم از اینا باعث نمی شد که من به بهش برم. و از همه مهمتر اینکه بهشتی که اسلام میاد تعریف می کنه و بهشتی که مسیحیت براش تعریف می کنه خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. در اسلام خب ما عملا وقتی شراب بخوریم گناه هست، حرام هست، ولی نمیدونم چطور میشد که از جوبهای بهشت شراب توش جاری میشد. اینکه تمام مردم فقط به این فکر بودن که وارد بهشت بشن به خاطر اینکه زندگی راحت داشته باشن، چه میدونم ملائک دور و برشون باشه، با اون جوب شراب روان باشه، یا کاخی داشته باشن از طلا و اینطور داستان ها. ولی اون چیزی که من در مسیحیت شنیدم برام خیلی جالب تر بود، این بود که برای یک مسیحی عملا چیزی به نام مرگ وجود نداره و اینها باعث این شد که من ایمانم هر روز قوی تر بشه. هر روز هر چی که شنیدم ایمان من رو قوی تر کرد. و از همه مهمتر این که البته اینو خود خداوند هم میگه، شما به خاطر من خیلی چیزها رو از دست میدین. خب من الان اینجا هستم آلمان و خب طبیعتاً خیلی چیزها رو از دست دادم، مثلا همسرم رو، بچه هام رو و وطنم رو. ولی امیدی که برای من وجود داره و نگاه خداوند به من، اون باعث میشه که هر روز من مقاوم تر باشم و برای من خیلی خوبه، ایمانم هر روز قوی تر میشه. اون روز یه روز خاص بود به خاطر اینکه من داشتم در واقع به زبان با قلبم اقرار میکردم کاری که خداوند برای من انجام داد، اینکه خداوند بر صلیب شد، اومد بین ما زندگی کرد، بار گناهان من رو به دوش کشید و با وقتی خون پاکش ریخته شد در واقع بار گناهان رو از رو من برداشت. و ولی این برای من خیلی مهم بود که خداوند پس از 3 روز دوباره زنده شد و زمانی که این رو اقرار کردم این حس یه حس فوق‌العاده بود، اینکه کار بزرگی که خداوند به خاطر من انجام داد. هنوز هم که در موردش فکر میکنم
هنوز هم گریم میگیره، چون این کار به نظر من خیلی بزرگ بود. خداوند چه عشقی به من داشت، برام مهم بود. من در اسلام این عشق رو نمیدیدم، چون خداوند فقط دوست داشت پرستش بشه. خدای اسلام فقط پرستش بود، هیچ عشقی توش نذاشت، فقط دوست داشت که من صبح تا شب بشنم عبادتش کنم. در صورتی که خداوند به خاطر من جسم میگیره، جان میگیره، بین من، بین مردم زندگی میکنه و بار گناهان ما رو به دوش میکشه. و این زیباترین لحظه زندگیم بوده. تغییرات زیادی تو خودم دیدم. اولش این بود که من تغییر جهت فکری دادم. تمام چیز برای من تغییر کرد. من این جمله خداوند عیسی مسیح رو در این مورد میتونم بگم. زمانی که هر کس رفت مثلا به اون که داشت ماهی میگرفت، گفت دنبال من بیا، بشی چی نگو، فقط دنبال من بیا. یعنی راهی که داری میری اشتباه و تغییر جهت بده به سمت من بیا. من خیلی از همه یه جورای جبهه میگرفتم در قبال همه. در واقع مثلا اگه کسی یه چیزی به من میگفت، من خیلی سریع به هم بر میخورد. من فوق‌العاده آدم میشه گفت مغروری بودم. و این تغییر باعث شد که من کلن تغییر کنم. یعنی بینش من به مردم فرق کرد. حالا با یه عشق خاصی به دیگران نگاه میکنم، با یه عشق خاصی براشون کار انجام میدم. و این یه تغییر به نظر من فوق‌العاده بزرگ بوده در من که ایجاد شده. خداوند توی انجیل میگه شما بخواهید تا به شما داده بشه. من از خداوند فقط خواستم که خودش رو به من نشون بده. در واقع من خواستم فقط خدا رو بشناسم و این خدا رو فقط خواستن شناختم باعث شد اون خودش رو به من نشون بده و من رو تو راه بیاره و راه رو به من نشون بده، من تو گمراهی نمونم. خداوند به من گفت شما بکوبید تا در به روی شما باز بشه و من در رو کوبیدم. من خواستم و این خواستن من باعث شد که این همه تغییر تو زندگی من ایجاد بشه و من از اسلام، تو اون بطن اسلام بودن که من یادم حتی با روزه گرفتن من 3 دندونم از دست دادم، چون من فشار خون پایینی دارم. این مسئله فقط باعث شد که من یه ضربه خیلی خیلی سنگین بخورم و مدت‌ها تحت درمان قرار بگیرم برای دندونام. ولی از اون ته چاه بودن دست من رو کشید و من رو بیرون آورد. راه رو به من نشون داد خداوند. و الان روح القدسی که با منه برای من راه رو نشون میده. هر روز یه چیزی، یه تغییری هرچند کوچیک در من ایجاد میشه و من به خداوند خودم این حس رو دارم و میبینم و اطرافیانم به من میگن که تو در عرض این چند سالی که آمدی اینجا چقدر تغییر کردی و این تغییرات باعث میشه من بدونم و ایمان داشته باشم راهی که دارم میرم راه خداوند هستش.